باید به این نتیجه برسیم که در روزهای آخر جنگ قبل از اینکه بمب اتمی به هیروشیما بندازه آمریکا یا بمبارون بکنه، در واقع تمام تأسیسات و تشکیلات نظامی ژاپن در هم پاشیده بود، در حال فروپاشی بود و اینو سازمان‌های مخفی آمریکا می‌دونستان، ولی متأسفانه با وجود این بمب اتمی در هیروشیما منفجر شد و گفته میشه در حدود 120 هزار نفر در اونجا کشته شدن. ولی شما چند مطلبی رو مطرح کردین، یکی اینکه در واقع آقای اوباما بر علیه جنگ صحبت کرد در هیروشیما، و مطلب دیگری که اوباما مطرح کرد مسئله بمب اتمی و اینی که در واقع منع گسترش سلاح‌های اتمی در این باره صحبت کرد، همون صحبت‌هایی که در سال 2009 در چک کرد، در پراگ این صحبت رو انجام داد. ولی خب باید به واقعیت‌های دیگری هم اشاره بکنیم. ببینید امروز بین روسیه و آمریکا جدل بسیار بزرگی در گرفته و خطر در واقع هسته‌ای وجود داره. امروز آمریکا سامانه دفاعی خودش رو در رومانی مستقر کرده و قرار در لهستان هم مستقر بشه و این برای روسیه خوشایند نیست. و حتی روسیه، آقای پوتین دیروز مطرح کرد که ما عکس العمل نشون خواهیم داد. باید به چند مطلب دیگه در این رابطه اشاره کرد. ببینین امروز ما در خاورمیانه در جنگ‌های مختلفی قرار داریم و در این جنگ‌ها هم روسیه و هم آمریکا نقش اساسی رو داره. من به چند ارقام اشاره بکنم. ببینین بین سال‌های 2001 و 2010 بودجه نظامی آمریکا از 280 میلیارد دلار یک دفعه به 720 میلیارد دلار رسید. یعنی در حدود دو برابر یا سه برابر شد و اکنون بودجه نظامی آمریکا در حدود 520 میلیارد دلاره. ولی جالبه که تمام تأسیسات اتمی آمریکا، همون کاری که روسیه داره انجام میده، آمریکا هم داره انجام میده، مدرنیزه داره میشه. دوباره تمام مخازن کلاهای اتمی داره مدرن میشه، بمب‌های جدیدی داره ارائه داده میشه، ساخته میشه. و حتی دولت آمریکا نه تنها 520 میلیارد دلار هزینه نظامی داره و ارتش داره، بلکه خود آقای اوباما و دولت اوباما تصمیم گرفته در سالهای آینده، این تصمیمی است که دولت اوباما گرفته، 1 تریلیارد یعنی 1000 میلیارد برای نوسازی و مدرن کردن سلاح‌های اتمی و به ویژه موشک‌هایی که قادرن کلاهک‌های اتمی رو هم بکنن باید پرداخت بشه. یعنی ما متأسفانه در جهانی قرار گرفتیم آقای گوهرزاد که نه تنها خطر اتمی کم نشده، بلکه امروز خطر اتمی به مراتب افزایش یافته. آیده دکتر، واقعا والا بحثی نیست در مورد پوزش، که خب طبیعی است که میدونستیم که پوزش نخواهد خواست، برای اینکه دولت آمریکا حالا از یک چیزی باید پوزش بخواد که خودش این کار رو کرده و هنوز در درون آمریکا اختلاف است که اصلا چرا ایشون سفر کرده، یعنی نباید میرفت هیروشیما در دورانی که کار داره میکنه. ولی این بحث اینکه آمریکا کشور در حال جنگ یا گسترش نیروهای نظامی است، طبیعی است به عنوان یک ابرقدرت داره این کار رو انجام میده. فقط برای من اون جمله جالب بود که گفت جنگ هایی که میتوان از اونها پرهیز کرد رو دست کم راه نندازیم. برمیگرده به همون سخنرانی که شما اشاره کردید در سال 2009 در پراگ، میگه جنگ هایی که میشد پرهیز کرد و انجام ندین، ولی جهان ولی داره جنگ ها پیش میره چه ما بخوایم چه نخوایم. ولی به هر حال حضور بدی نبوده. اجازه بدین از هیروشیما بگذریم، برای اینکه اگه اونجا بمونیم ساعت‌ها خواهیم موندش. بریم چون به آمریکا اشاره کردیم، به سوی منطقه. آمریکا یک کاری کرد، آمد و رهبر طالبان رو از بالا با این هواپیماهای بدون سرنشین و این بحثا مورد ضربه قرار داد. نخست پاکستان جا خورد از این قضیه، بعد تا خودش رو پاکستان جمع کنه بار دیگر با آمریکا اعتراض بکنه مسائل گذاشته. شما این رهبری جدید طالبان رو چگونه می‌بینید؟ در همسایگی ما ایران هست و چون به آمریکا اشاره کردیم فعلا به این مسئله. اینجا سه مطلبی مهم مطرح است. یکی که حاکمیت ملی پاکستان. تا به حال آمریکا با هواپیمای بدون سرنشین به مناطق قبیله‌ای در شمال غرب افغانستان پاکستان حمله می‌کرد و شایع است که دولت پاکستان و حتی ارتش پاکستان که در اون منطقه با طالبان می‌جنگه موافقت می‌کرده. ولی این اتفاق آخری که افتاد در واقع در بلوچستان اتفاق افتاد و مورد حمایت دولت پاکستان به ویژه ارتش پاکستان نبود. یعنی ارتش پاکستان آقای راحیل شریف
رئیس ستاد مشترک ارتش پاکستان شدیداً اعتراض میکنه و چنین مطرح میکنه که شما حاکمیت ملی ما رو نقض کردین. مطلب اولی است که باید بهش اشاره بکنیم. مطلب دومی که بسیار اهمیت داره اینه که اختر منصور رئیس طالبان کشته میشه. ولی با کشتن اختر منصور نه تنها مشکلی حل نمیشه، ما اون صحبتی که آقای اوباما میکنه و میگه نقطه عطفی است در تاریخ مبارزات بر علیه نیروهای رادیکال اسلامی، در واقع این واقعیت نداره. ببینین در سال 2011 زمانی که آمریکا حمله میکنه و در پاکستان اسامه بن لادن رو به قتل رسوند، در روز 2 مه 2011 آقای اوباما چنین مطرح کرد که القاعده در واقع نابود شده، از بین رفته. ولی واقعیت اینه امروز ما 10 شاخه بسیار خطرناکتر القاعده داریم که اینا عده زیادی حتی نیروهاشون از داخل افغانستان و پاکستان به سوریه فرستادن و در کنار جبهه النصرت و نیروهای داعش قرار گرفتن و در سوریه دارن در واقع فاجعه میافرینن. عده به لیبی رفتن که بعدا میتونیم در این مورد صحبت بکنیم. پس این واقعیت نداره که کشتن اختر منصور یک نقطه عطفی است. من معتقدم که امروز خطرناکترین نیروهای امروز در رهبری طالبان قرار گرفتن. آقای آخوندزاده، یعنی هیبت الله آخوندزاده، یک شخص بسیار رادیکالی است که حاضر به مذاکرات صلح نیست. یعنی مطلب دومی که من در این رابطه میخوام مطرح بکنم، با این اقدامی که آمریکا کرد به نظر من تمام شانس مذاکرات صلحی رو که در اون آمریکا شرکت داشت، چین شرکت داشت، پاکستان شرکت داشت و بین طالبان و دولت افغانستان انجام میشد، در واقع این شانس به صفر رسیده امروز. درسته. و شخصی انتخاب شده که اصلا حاضر نیست مذاکره بکنه و مهمتر از اون شخص دیگری که من شخصا میشناسم، این شخص دیگر را سراج الدین حقانی، رئیس شبکه حقانی، در واقع این شده معاون آقای هبت الله آخوندزاده و این شخصی است که اصلا دشمن خونین آمریکاست و در تمام حملاتی که به مواضع آمریکا و سربازان آمریکا در افغانستان میشه، ویژه در کابل، این شبکه حقانی و سراج الدین حقانی نقش اساسی رو بازی میکنه. در همین چند هفته پیش حمله کردن به سازمان مرکز سازمان امنیت افغانستان در کابل و بیش از 60 نفر رو در اونجا به قتل رسوندن. عده زیادی مامورین امنیتی افغانستان دوست. بودن. یعنی توجه بکنین یک چنین امکانات ویژه‌ای را، خطرناکی را هنوز شبکه حقانی در اختیار داره و شخصی که معاون و فرمانده نظامی آقای هبت الله آخوندزاده خواهد بود، برای که خود آقای آخوندزاده شخص نظامی نیست، یعنی تمام کارهای نظامی و فرمانده اصلی سراج الدین حقانی خواهد بود و به نظر من مشکلی در افغانستان حل نخواهد شد و ادامه پیدا خواهد کرد. مطلب سومی که مهمه، این باعث این میشه که متحد اساسی آمریکا، یعنی پاکستان، روز به روز دورتر بشه از آمریکا و به طرف پاکستان بره. ما میدونیم همکنون چین در به طرف چین بره و همکنون ما میدونیم که چین در حدود 45 میلیارد دلار در پاکستان سرمایه گذاری میکنه. این مطلبی سومی است که باید بهش اشاره بکنیم. مطلب چهارمی که باید بهش اشاره بکنیم اینه که طالبان پدیده پاکستان و ISI پاکستانن، یعنی سازمان امنیتی نظامی پاکستانن و آقای هیبت الله آخوندزاده در کویت پاکستان تا کنون مدرسه مکتب مذهبی داشته و زیر کنترل ISI پاکستان معروف هستن این مدرسه حقانی داره. بنابراین پاکستان به نظر من حملات خودشو در افغانستان و حمایت خودشو از طالبان تشدید خواهد کرد، به ویژه در رابطه با قراردادی که بین ایران، هندوستان و افغانستان بسته شده در رابطه با چابهار و پاکستان هم ازش دور مونده. البته یه نکته ایران باید فقط اینجا شما بهتر از من میدونی من اشاره کنم، زمانی که ملا عمر رهبر بود همین آقای اختر منصور در واقع رهبری رو داشت و ملا عمر بحث جدایی بود. همیشه در رهبری طالبان یک نفر فرد اقتدایی هست، یعنی اون که از نظر رهبر مذهبی و تصمیم گیری، یک نفر رهبر اجرایی است. الان این قضیه که شما فرمودین، این تقسیم بندی شده بین آقای سراج الدین و ایشون، این داره بیشتر روش نشون داده میشه، برای اینکه هر دو حالا در این حرکت بودن و هر دو به نوعی نفر دوم این سیستم بودن. حالا دو تا نفر دوم سیستم اومدن و در تصمیم گیری قرار گرفتن. اون چیزی که بسیار خطرناکه حمایت پاکستان از طالبان و شبکه حقانیه. ما موقعی که از سراج الدین حقانی صحبت میکنیم، مرکز سراج الدین حقانی و اینکه در واقع فرمانده کل نیروهای طالبان خواهد بود در داخل پاکستان و پاکستان رو حمایت میکنه. درست.
خب اجازه بدین از پاکستان و افغانستان عبور بکنیم برای اینکه کشورهای زیادی رو پیش رو داریم، کمی بیایم اینجا پایین‌تر. اگر نخواهیم به یمن سر بزنیم، در اصل مسئله عربستان در رابطه با ایران بسیار عمده میشه. عربستان همین روزهای وزیر خارجش می سخنرانی میکنه، من در بلومبرگ میدیدم که مقاله ای هستش که اصلا عربستان طرح شماره ب خودش رو در مورد ایران داره به اجرا میذاره و اون این هستش که ایران رو وقتی نتونست توافق اتمی با ایران رو جلوش رو سد بکنه، حالا دستیابی ایران به منابع اقتصادی رو پیش روی خودش داره. و ضمن اینکه ایران، حالا به شما بیشتر خواهیم پرداخت، جنگ نیابتی که ایران و عربستان در خاک عراق و سوریه دارن، اون خودش داستانی است جداگانه، ولی اینها دارن این روزا مدام در حال سخنرانی و حرکت هستن، گرچه حمایت آمریکا رو به گونه عرب‌ها از حرفاشون از دست دادن. ببینید آنچه که بسیار اهمیت داره، همین دیروز آقای الجوبر وزیر امور خارجه عربستان این مصاحبه‌ای کرده با روزنامه بسیار معروف آلمانی به نام فرانکفورت آلگماین سایتون. در این روزنامه آقای الجوبر چنین میگه، میگه توافق اتمی با کشورهای 5 به اضافه 1، ایران با کشورهای 5 به اضافه 1 که 5 کشور در واقع شورای امنیت سازمان ملل متحد اعضای شورای سازمان امنیت بودن، میگه این در واقع هیچ اثری نداره، هیچ اهمیتی نداره و غلو دارن دربارش میکنن. یعنی داره در واقع تخطئه میکنه این قرارداد توافق اتمی رو و چنین مطرح میکنه که ایران منفور خواهد ماند در جهان و ایران در انزوا خواهند ماند و ایران صادرکننده تروریسمه. موقعی که این صحبت‌ها رو آقای الجوبر میکنه، من در این مورد شک ندارم که یکی از مراکز تروریسم جهانی اسلامی جمهوری اسلامی است، ولی باید به این مطلب اشاره بکنیم که آقای الجوبر فراموش میکنه که در واقع اسلام سیاسی و مبارزه بر علیه سکولاریسم عبدالناصر رئیس جمهور آن زمان مصر در سالهای 50 شروع شد. یعنی در واقع عربستان سعودی از اسلام سیاسی و وهابیت استفاده کرد، آمد سازمان جهانی اسلامی رو در عربستان سعودی پای ریزی کرد و آمد یک دانشگاهی در مدینه به نام دانشگاه اسلامی در اونجا تأسیس کرد. و جالب، آقای گوهرزاد طبق اسناد خود عربستان سعودی تا به حال در دانشگاه مدینه بیش از 40,000 تا 100,000 کادر وهابی تربیت شدن. یعنی در واقع وهابیون عربستان سعودی به تمام مناطق آسیا و آفریقا حرکت میکردن، جوانان رادیکال مسلمان، افراطی مسلمان رو جلب میکردن و اینها رو میآوردن به عنوان دانش به داخل عربستان سعودی در این دانشگاه مدینه و اونجا تربیت میکردن و اینا رو پخش میکردن در داخل آسیای میانه و آفریقا. و امروز مشکلاتی که ما در آفریقا، یعنی در واقع تمام رهبری القاعده و مشکلاتی که در این منطقه ما داریم، همون دانشجویانی هستن که عربستان سعودی اینا رو وارد عربستان میکرد، تربیت میکرد به عنوان کادرهای سیاسی و وهابی و به این مناطق میفرستاد. و آقای الجوبر فراموش کرده، آقای الجوبر در مصاحبه دیروز خودش چنین مطرح میکنه، میگه از زمان انقلاب خمینی 1979 ما مشکل اسلام رادیکال و اسلام سیاسی رو داریم، ولی این صحبتی که من میکنم از سالهای 50 است. انقلاب اسلامی ایران سال 1979 بوده، یعنی 20 سال قبل از اون عربستان سعودی چنین سیاستی رو به کار برد و در واقع باعث پخش نیروهای بسیار افراطی در سراسر جهان شده تا به امروز این مشکل رو ما در دنیا میبینیم. به هر حال رابطه ایران و عربستان دشواریش روز به روز رای دکتر بیشتر میشه. حتی وزیر ارشاد ایران اسلامی اعلام کرد که مراسم حج رو نخواهند توانست ایرانی ها امسال برن. یکی از سالهای قاعد بود که مراسم حج رو به هم میزنن، حالا حج واجب به یک سو، حج عمره که اصلا دیگه نخواهند داشت. یعنی تیرگی روابط و حفظ امنیت حجاج براشون مسئله شده و به نظر میرسه که تمام تلاشی که شد که شاید بتونن این مسئله رو به وسیله سلطان قابوس و اینا حل بکنن، ولی دیگه مسئله عربستان و ایران حل شدنی به این سادگی نیست، به اینکه هر دو در یک جنگ نیابتی هستن، در داخل عراق و سوریه یک نوع دارن خواستهای خودشون رو پیش میبرن. اگه بخوایم بریم به طرف عراق از همینجا، خب
بحث فلوجه مطرح میشه. پیشروی نیروهای عراق در فلوجه رو من الان نگاه میکنم، اینم که تمام مقالاتی که رشتیات غربی نوشتن به شکل مختلف حضور قاسم سلیمانی رو مینویسن، فرمانده سپاه قدس رو. در این سوش میبینیم که تمام سیاستمداران سنی داخل عراق، حالا عربستان که اعتراضشو از پیش کرده، به حضور قاسم سلیمانی در فلوجه اعتراض دارن. بحثی که گاردین داره مطرح میکنه اینه که در این فلوجه که این مسائل پیش اومده، حالا آقای سلیمانی اونجا هست که جلوی داعش رو، یعنی به داعش حمله کنه، بتونه این گره رو ببنده رو از اینجا. ولی بحث این است که چون ایشون از حمایت شیعی میکنه، حضور یک قدرتمند نیروی میلیشیای قدرتمند شیعی در درون عراق خودش یک مسئله جدیدتر ایجاد میکنه. اصلا شما نظرتون در مورد این رفت آمد آقای سلیمانی و این ماجراش در عراق چیه؟ اجازه بدید به یه مطلب اول، به یه مطلب دیگه کوتاه من اشاره بکنم. ببینید، جنگ شیعه و سنی، در واقع تقویت جنگ شیعه و سنی از زمان حکومت یا ریاست جمهوری آقای بوش، جورج دبلیو بوش شروع میشه و زمانی که جورج دبلیو بوش ایران رو در محور شرارت قرار میده و خواهان تغییر رژیم در تهرانه، در همون زمان هنوز رابطه بین ایران و عربستان سعودی رابطه بدی نبود تا سال 2006. در سال 2006 خانم کندالیزا رایس وزیر امور خارجه آقای بوش سفری میکنه به عربستان سعودی، به ریاض، و جالبه در اونجا برای اولین بار آمریکا مطرح میکنه، میگه شما زمانی میتونین بر علیه حلال شیعه در عراق، در سوریه و در لبنان مبارزه بکنین که حلال سنی رو به وجود بیارین. این صحبتی است، سندیت داره، خانم کندالیزا رایس در اونجا میکنه و از اون زمان در واقع روابط ایران و عربستان به کلی تیره میشه و مشکل اساسی که بیمیان مثلا شیعه و سنی و طبیعتاً اقداماتی که ایران در عراق میکنه نقش داشته. شما به روزهای گذشته و امروز دارین صحبت میکنین، جنگی که امروز در فلوجه وجود داره. ببینید، اول از این واقعیت صحبت بکنیم که ارتش عراق قادر نیست فلوجه و موصل رو آزاد بکنه. درست. ارتش عراق با اینکه دولت آقای اوباما و پنتاگون در اونجا نیرو داره و تربیت کرده ارتش جدیدی را، ولی این ارتش از لحاظ تعداد هم قادر نیست، یعنی موفق نشدن بیش از 15 تا 20 هزار نفر تربیت نظامی بکنن، قادر نیست نه فلوجه رو آزاد بکنه نه موصل آزاد بکنه، شهر موصل رو. پس بنابراین اون میلیشیای بسیج مردمی که بیش از 50 تا 100 هزار نفر جنگجو در عراق داره و اینها شیعیان عراق هستن، اینا میتونن نقش داشته باشن. یکی لشکر البدر، ما میدونیم به درستی اینو عربستان میگه، لشکر البدر پدیده جمهوری اسلامی است. لشکر البدر در ایران در زمان خمینی تشکیل شد. در کنار لشکر البدر امروز بسیج مردمی وجود داره و نیروهای دیگری وجود دارن که در عراق مبارزه میکنن. جمعاً موقعی که ما صحبت بکنیم در حدود 100 هزار نفر میلیشیای شیعه امروز مبارزه میکنه و این میلیشیای شیعه در جنگ فلوجه نقش اساسی رو داره. تا اونجایی که آقای العبادی نخست وزیر عراق مجبور شده از شخصی مانند قاسم سلیمانی خواهش بکنه، تقاضا بکنه که وارد عراق بشه و در جنگ فلوجه نقش داشته باشه. البته من اینو تایید نمی‌کنم. خب خطرش گسترش چیه؟ فاکتورها رو مطرح می‌کنم. درسته، نه درست می‌گم. خطرش گسترش حضور جمهوری اسلامی در منطقه است. یعنی این بحثی که گاردین پیش می‌کشه این هستش که شما دارین علیه داعش می‌جنگین، کس دیگر رو پاشو می‌یارین اون وسط و اون خودش می‌تونه به یک نیروی جدیدی رو اونجا، همینطور که الان شما فرمودین 100 هزار نفر متکی بر یک نیروی دیگه در اونجا رشد پیدا می‌کنه. داستان این قاسم سلیمانی، واقعا گاردین میگه ایشون قرار بود یه روزی بره دیدگاه‌های جمهوری اسلامی رو در منطقه رشد بده، یعنی انقلاب اسلامی رو صادر بکنه و خب خود به خود مسئله تروریسم هم که در کنارش هست، ولی حالا شده ناجی برای یک کشوری. خب ببینین در کشوری که در واقع تمامیت ارزش به خطر افتاده و امروز تقسیم شده و این خطر وجود داره که حتی داعش و حکومت اسلامی مناطق شیعه‌نشین هم در تصرف خودش بگیره، نقشی که شیعیان عراق بازی میکنن نقش اساسی است. طبیعتاً در کنار شیعیان عراق، در تمام گروه های در کنار تمام گروه های شیعی عراق و شیعیان شبه نظامی عراق، جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران قرار داره. یک رابطه سنتی بین اینا وجود داره و ما اینو نمیتونیم ندیده بگیریم. با اینکه ما
نقش جمهوری اسلامی رو در عراق محکوم میکنیم، ولی واقعیت اینه که جمهوری اسلامی در پدیده و پدید آوردن این نیروها در داخل عراق نقش داشته و امروز اینها در مبارزه با داعش نقش اساسی رو بازی میکنن. و طبیعتاً باید به این مطلب اشاره بکنیم. ببینید صحبتی که آقای ژنرال فلین، مایکل فلین، از سال 2012 تا 2014 رئیس سازمان مخفی پنتاگون بوده و اون چنین مطرح میکنه که بدون دخالت نظامی آمریکا در عراق اصلا داعشی وجود نداشت، القاعده در عراق وجود نداشت و ما باعث این شدیم که داعش و القاعده در اونجا به وجود آمده. این شخصی میگه که خودش در جنگ عراق نقش اساسی رو داشته، ژنرال فلین، در کشتن رهبر القاعده در زمان گذشته قبل از ابوبکر البغدادی نقش اساسی رو در عراق داشته، اون بوده که باعث کشتن رهبر القاعده در عراق شده. امروز اون مطرح میکنه که ما بودیم که در واقع باعث پیدایش چنین پدیده‌ای شدیم. طبیعتاً در جنگ عراق در واقع سیاست آمریکا باعث این شد، سیاست نظامی آمریکا باعث این شد که نفوذ ایران تشدید بشه و گاردین درست می‌نویسه امروز ایرانی که در حرف اولو در داخل عراق میزنه، با اینکه نیروهای مشاور نظامی آمریکا در اونجا وجود دارن، ولی باید عملا به این مطلب اعتراف بکنیم، اذعان بکنیم، کاری نمیتونیم بکنیم، اذعان بکنیم که در رهبری 100,000 شیعیان و نیروهای شبه نظامی شیعیان متاسفانه سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی و آقای قاسم سلیمانی قرار گرفته و این مشکلی است که خود آمریکا در عراق به وجود آورد. خب اگر کمی بخوایم بالاتر بریم، ولی مثلا بخشی که به موصل مربوط هست و مسئله کردها و اون بازپسگیری اون مناطق از داعش به وسیله نیروهای کرد، اونجا دو نوع مسئله داره الان مطرح میشه. یکی اینکه اصلا کردستان و پیشمرگه های کردستان و اقلیم کردستان یه نگاه متفاوت داره، نگاه کردهای سوری یه بحث دیگه ای رو مطرح میکنه، نیروهای غربی که برای کمک به کردها در بخش بین ترکیه و عراق و ترکیه و سوریه رفتن مستقر شدن، نوع دیگه ای داره حرکت میکنه و این بحثی که حالا آقای بارزانی مطرح میکنه اونجا میخواد برای خاک مستقل کردستان بگیره، داستان ترکیه از این بالا نسبت به سوریه و نسبت به این بخشی از کردستان در عراق چه اتفاقی؟ ببینید اون اتفاقی که در ترکیه افتاده و اینکه امروز حزب کارگری ترکیه دوباره مقاومت مسلحانه میکنه، مبارزه مسلحانه بر علیه دولت مرکزی و اردوغان انجام میده، در واقع باید به این مطلب اشاره بکنیم که این سیاست متاسفانه سیاست خود دولت ترکیه بوده. آقای اردوغان اینو میخواست زمانی که در ژوئن سال گذشته در انتخابات پارلمان حزب عدالت و توسعه شکست میخوره، حزب حاکم شکست میخوره و بیش از 40% آرا رو نمیاره. آقای اردوغان توجه بکنیم میگه مردم اشتباه عظیمی کردن، مردم باید این اشتباه خودشون رو تصحیح کنن، میاد به خاطری که این اشتباه تصحیح بشه جنگ داخلی رو دوباره شروع میکنه، جنگ برای پیکاکا شروع میکنه که بتونه در انتخابات آینده مردم رو به دولت جذب کنه و دوباره انتخابات جدید در ماه نوامبر شد و حزب عدالت و توسعه تونست بیش از 50% آرا رو به دست بیاره. یعنی با این سیاستی که اردوغان پیاده کرد ابتدا موفق شد که اکثریت مطلق رو به دست بیاره، بتونه به تنهایی دولت ترکیه را تشکیل بده، ولی اون چیزی که باعث خطر بزرگی است اینه که امروز پیکاکا دیگه اعتمادی به دولت ترکیه نداره، کردهای ترکیه اعتمادی به دولت ترکیه نخواهند داشت و اونا به مبارزه مسلحانه خودشون ادامه خواهند داد و خطر جنگ داخلی در داخل ترکیه بسیار زیاده. در کنار پیکاکا امروز شاخه یگانه های مدافع خلق کردهای سوریه نقش اساسی رو بازی میکنه، تا اینجایی که آمریکا چون نیروی زمینی در داخل سوریه نداره از اینا حمایت میکنه. همکنون 300 نفر تا بار صحبت از این میشد که 200 نفر از نیروهای نظامی آمریکا در شمال سوریه در بین نیروهای کرد قرار دارن. دیروز این مطلب مطرح شد، افشا شد، فاش شد که 300 نفر از نیروهای آمریکایی در کنار یگانه های مدافع خلق کردها فعالیت میکنن و جالبه سربازان آمریکایی در جنگ ها شرکت میکنن و
اسنادی دیروز و پیروز فاش شده که حتی سربازان آمریکایی در کنار یگانه‌های مدافع خلق کردها نشان در واقع این یگانه‌های خلق کردها رو به روی شونه‌هاشون زدن. یعنی نشون دهنده اینه که در واقع زیر پرچم یگانه‌های مدافع خلق سوریه یا کردهای سوریه دارن مبارزه میکنن. این خوشایند برای آقای اردوغان نیست، یعنی وحدتی داره به وجود میاد بین شاخه نظامی حزب کارگری ترکیه پکاکا در داخل سوریه و در داخل ترکیه، و این خطر بزرگی برای ترکیه است. به خاطر همین است که آقای اردوغان و ارتش ترکیه همیشه حمله میکنه به مواضع کردها در داخل سوریه، ولی خب باید به این مطلب اشاره بکنیم که کردها مورد حمایت آمریکا قرار گرفتن و مورد حمایت روسیه قرار گرفتن. آقای دکتر، پیش از اینکه به ترکیه بیشتر بپردازیم، به یه مسئله شد. چون به مسئله حضور آمریکایی و نظر نظامی اشاره کردیم، در 10 روز پیش فرمانده نیروهای نظامی آمریکا به طور حالا این داستان مخفیانه و رو من برام جالبه، به هر حال به طور مخفیانه وارد سوریه شد تا در اونجا به قول خود این شخص وقتی باش مصاحبه کردن به طور دقیق و از جلو ببینه را حضور آمریکا رو در کمکی که داره به کردها میکنه در جنگیدن علیه داعش. این رو شما ارزیابیتون چه کنید؟ ببینید، جنگی که امروز کردهای سوریه بر علیه داعش انجام میدن بعد از ملاقات رهبر نظامی آمریکا انجام شده، و خوب میدونید اون رهبر سنتوس، یعنی در واقع مرکز نظامی آمریکا در منطقه، و اون در واقع دستور دهنده فرمانده چنین جنگی بر علیه داعشه. ولی باید به این مطلب اشاره بکنیم، کردهای سوریه تنها مورد حمایت آمریکا نیستند. درسته 300 نفر از مشاورین نظامی و نیروهای ویژه آمریکا در کنار کردها قرار گرفتن، کردهای سوریه مورد حمایت شدید روسیه هم قرار دارن، تا جایی که رهبران کردها چندین بار به کاخ کرملین رفتن، به مسکو رفتن، با پوتین مذاکره داشتن، و کردها همیشه خطر رو احساس میکنن. ببینید، نام هنوز پکاکا و شاخه نظامی پکاکا که کردهای سوریه هستن در لیست ترور اردوغان قرار داره، در لیست ترور اتحادیه اروپا قرار داره، و حتی در لیست ترور آمریکا قرار داره، ولی آمریکا از اونها حمایت میکنه. کردهای سوریه متوجه این هستن که ممکنه در آینده بعد از اینکه نقش خودشونو بازی کردن در حملات به رقه، یعنی پایتخت داعش و نابودی داعش، دوباره همون شرایط سابق بشه و مورد حمله نیروهای غرب و حتی آمریکا قرار بگیرن. و به خاطر همین کردهای سوریه خیلی محتاطانه پیش میرن. اونها میگن ما وارد شهر رقه که پایتخت داعشه ما وارد نمیشیم، بر علیه نیروهای داعش در داخل شهر مبارزه نمی کنیم، فقط دهات اطراف و شهرهای اطراف رو دارن تصرف میکنن. مناطقی که در اون مناطق کردها زندگی میکنن به اونجا حمله کردن که در اختیار داعشه، حمله کردن و اونا رو آزاد کردن. به داخل شهر نمیخوان برن، برای که داخل شهر عربهای سنی زندگی میکنن و عربهای سنی چنین در واقع توافقی با کردها ندارن، و حواس کردهای سوریه به کلی به این مطلب جذب شده یا توجه میکنن که مبادا اتفاق بیافته و دوباره در تاریخ قربانی سیاست‌های بزرگ کشورهای استعمار سابق و امروز کشورهایی که در اونجا نقش بازی میکنن بشن. آیا که برگردیم دوباره به ترکیه، چون برای به موضوع راق اشاره کردیم که داره این روزها بیشتر و بیشتر میشه محاصره اونجا و هجوم به اونجا، ولی در دو جبهه جنگیدن برای اینها، هم میخوان در عراق فلوجه رو به دست بگیرن، هم موصل رو آزاد کنن، هم این سو رو بگیرن. درست آمریکا و کشورهای متحدش از بالا دارن این کار رو انجام میده، ولی بحث اصلی این جنگ در زمین داره انجام میشه. ترکیه رو بهش اشاره کردیم، ما پیش از اینم با شما هر بار گفته بود کردیم مسئله ترکیه رو پیش بردیم، جز اینکه حالا آقای اردوغان وقتی که اومد و در اون انتخابات به نوعی اکثریت خودش رو که سالها بر 70% حفظ کرد و سقوط کرد، اومد پایین و کردها وارد 13% ولی بعدا به 10% رسیدن در انتخابات دوم، وارد مجلس شدن، مسئولیت پارلمانی اینها رو خب لغو کرد. این لغو مسئولیت پارلمانی از یک سو، در دو شاخه آقای اردوغان حرکت کرد، از این طرف با کردها و این مسائل، در یه از سوی دیگه در درون حزب خودش به این اصلاحات یا
کم کردن، جابجا کردنی که مورد علاقش بود رسید. برای اینکه آقای داوودوغلو که نخست وزیر بود، در اصل او بود که میخواست حرف نهایی تصمیم گیری رو بزنه. رئیس جمهور نقش تشریفاتی میتونست داشته باشه. ایشون خوب علاقش به این بود که اصلا یه نقش داشته باشیم نداشته باشیم، نخست وزیر، رئیس جمهور فقط باشه. این آقای الدرم رو که الان جای آقای داوودوغلو گذاشتن، تا چه اندازه میتونه منافع فکری آقای اردوغان رو تامین کنه؟ ببینید، نخست وزیر جدید ترکیه و رئیس حزب جدید عدالت و توسعه شخصی است که آلت دست شخص اردوغانه. یعنی تمام بیوگرافی اون آدم موقع مطالعه میکنه میبینه از ابتدایی که آقای اردوغان شهردار استانبول بود، ایشون در کنار اردوغان بوده و همیشه در حتی در تأسیس حزب توسعه و عدالت نقش اساسی داشته و در واقع یک اهرمی بوده در دست اردوغان. و به مجردی که این رئیس حزب میشه، اولین چیزی که مطرح میکنه میگه در واقع اردوغان توسط مردم ترکیه انتخاب شده، البته طبق قانون اساسی انتخاب شده. طبق قانون اساسی کنونی آقای اردوغان یک ریاست تشریفاتی، یک شخصیت تشریفاتی است و در واقع نمیتونه تعیین کننده سیاست داخلی و خارجی این کشور باشه، ولی اردوغان این کارو داره انجام میده و عملاً دیکتاتوری خودش رو به وجود آورده. و آقای نخست وزیر جدید در این جهت قدم برمی‌داره و اولین اقدامی که میخواد بکنه اینه که بتونه در داخل پارلمان این کشور نیروهایی که مخالف سیستم ریاستی هستن، مانند احزاب کرد و احزاب دموکراتیک خلق‌های کرد که در حدود 50 نماینده دارن، اینا رو بتونه از داخل پارلمان خارج بکنه، در انتخابات جدید بتونه اینا رو جانشین‌های دیگری وارد بکنه و بتونه این سیستم ریاستی رو به وجود بیاره. ولی اون چیزی که بسیار اهمیت داره، این مهم نیست که آقای نخست وزیر جدید آلت دست یا اهرم آقای اردوغانه. آقای نخست وزیر جدید در واقع این قوه مقننه، این قوه مقننه و قدرت این قوه مقننه از بین برده و این آلت دست آقای اردوغان در آینده خواهد بود و اردوغان هر بلایی رو که بخواد در آینده به سر این کشور خواهد آورد. در همین رابطه کوتاه اشاره بکنم، امروز اردوغان در استانبول جشن عظیمی رو برپا کرده به مناسبت 567مین سال پیروزی دولت عثمانی یا در واقع خلافت عثمانی بر علیه مسیحیانی که در اون زمان در استانبول یا کنستانتینوپل سابق حکومت می‌کردند و امروز جشن عظیمی رو در داخل استانبول به خاطر عظمت عثمانی و راه انداختن خلافت خودش دوباره امروز در استانبول برپا کرده. خب دکتر، چون در ترکیه هستیم، یه موضوعی در رابطه با هم ترکیه است، هم در رابطه با مسئله ایرانه، هم در رابطه با مسئله آمریکاست، و این آقای رضا زرابیه. چون به این فساد ترکیه و قدرت آقای اردوغان اشاره میکنیم، رضا زرابی در آمد در خارج از ترکیه، در آمریکا حالا یا دستگیر شد یا اون یکی روایت برای اینکه به دست جمهوری اسلامی و به دست ترکیه نیفته خودش تسلیم کرد به یه نوعی. به هر حال ایشون اینجاست. دادگاه‌های آمریکا از گذشتن وثیقه 200 میلیونی اصلا خودداری کردن، گفتن قرار نیست ایشون آزاد بشه، به حبس خانگی بره، برای هر چیزی نمیخوام بپذیرن. داستان این آقای رضا زرابی و مسئله مالیشون در رابطه با اردوغان چه؟ در رابطه با ایران معلوم بود که ایشون وحشتشون بود که همون کاری که با زنجانی کردن، برن زندان، حکم اعدام صادر بشه، ایشون هم میتونستن از ترکیه بدوزن. خیلی چیز کار ساده‌ای بود، ولی پول ایشون نقد و در دسترس آقای اردوغانه. ببینید، شایعات اینه، من سندی در دست ندارم، ولی شایعات اینه که زراب نقش اساسی رو زراب بازی میکرده، نه بابک زنجانی. بله، یه چهره چهره بوده، بابک زنجانی چهره بوده. ببینین، زراب در داخل ترکیه در فساد دولتی در ترکیه نقش اساسی رو داشته. توجه بکنین به گفته های وزیر کشور سابق آقای اردوغان، یعنی یکی از قدرتمندترین سیاستمداران آقای اردوغان، آقای معمر گولر، چنین میگه، میگه من حاضرم زیر پای زراب بخوابم. یعنی رابطه و فساد و رابطه پولی زراب با دولت ترکیه و وزارات به قدری قوی بوده که اون صحبت از این میکنه که من حاضرم لنگ بندازم جلوی آقای زراب. و جالبتر از این اینه که امروز آقای اردوغان صحبت از این میکنه که مشکل آقای زراب و دستگیری زراب در آمریکا مشکل ما نیست و مربوط به ما نیست. ولی ببینی آقای اردوغان در سال گذشته در رابطه با زراب چی میگه؟
خود شخص اردوغان میگه، میگه با ناموسترین سرمایه‌داری که 15% از بودجه بانک مرکزی ترکیه را نجات داد آقای زراب بوده. این آقای اردوغان میگه. یعنی این نشون دهنده اینه که رابطه زراب با شخص اردوغان که اون موقع نخست وزیر این کشور بوده بسیار نزدیک بوده و امروز اسنادی داره فاش میشه که خانوم آقای اردوغان یعنی امینه نقش داشته و همکاری میکرده در رابطه با فساد مالی با آقای زراب. و جالب اینه که زراب پیشنهاد کرده به دادستان در نیویورک و دادگاه که 200 میلیون دلار حاضر کفالت بذاره و آزاد بشه، اینو قبول نکرده و دادستان جمله‌ای رو میگه خیلی مهمه، میگه آقای زراب ده ها میلیارد دلار این توجه خیلی مهمه رد و بدل میکنه مسئله 50 و 200 میلیون دلار عدد پول خوردشه یعنی این نشون دهنده اینه که چه نقش عظیمی رو در فساد دولتی در کنار فرزندان اردوغان با خود اردوغان و خانواده اردوغان آقای زراب بازی میکرده. و شما این تز شما کاملا درسته، زراب فرار کرد از ترکیه، وحشت داشت که خود دولت ترکیه با اطلاعات وسیعی که آقای زراب داره اینو یا تحویل ایران بده یا اینکه اونو اونجا سرش زیر آب بکنن و اونو از بین ببرن. آسون ترینش این بود که به ایران تحویل بده، دو تیریه نشون کاملا تمام رابطه رو و رابطه رو خونسا بکنه، رابطه شو با ایران بهتر بکنه. پولی هم که آقای زراب در اونجا داره که بخشیش پولای نقد در بانک هاست، نقدینگی طلا و مسائل دیگه‌ای که ایشون داره، اون داستان کامیون طلا و این چیزا هستن، اونا دیگه از خاطرها محو شده. به هر حال آقای زراب این مسئله رو با آمریکا داره و چون در آمریکا هستیم و وقتمون هم چند دقیقه بیشتر نمونده، چون میخوام حتما به لیبی بپردازیم، من به یک نکته اشاره کنم در مورد ایران. با اینکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که ایران کاسته از میزان ذخایر خودش در گزارش اخیرش اشاره کرده، ولی این مجلس آمریکا کنگره تصویب کرد که آب سنگین رو از ایران نخرن. این مرکز اتمی هم اومده گفته با این کاهشی که به وجود اومده خیلی هم نیازی نبوده که این بخرن یا نه. اون اوایل هم بحث این بود که این کار سمبولیکه، فقط آمریکا میخواد یه چیزی بخره و یه کمکی انجام بده. این در اینجا بذاریم کنار، چون وقت باقی مونده رو میخوام به لیبی اختصاص بدم. از این سوی دنیا برویم به سوی لیبی. لیبی بحث مهمیه. این افرادی که از لیبی دارن خارج میشن، هفته گذشته فقط 700 نفر در آبها غرق شدن. مردم که میخوان بگریزن در آبها دارن غرق میشن. در درون کشورم یک درگیری بزرگ بینه، حالا ارتش چندانی که نداره، همین ارتش نیمبندی که داره با نیروهای میلیشیا و نیروهای نمیدونم داعش و از این داستان رو پیش بود. شما لیبی رو در این چند پارچه بودنش چگونه داری میبینید؟ ببینید اتفاقی که در لیبی افتاد و اینکه امروز لیبی خلأ سیاسی در اونجا وجود داره و لیبی تقسیم شده به دو دولت و دولت داعش. موقعی که ما از دولت داعش صحبت میکنیم باید بگیم که شهر سرت یعنی یعنی زادگاه قذافی، یکی از مهمترین مناطق نظامی لیبی، امروز در اختیار داعش قرار گرفته و خلافت اسلامیش اعلام کرده. و جالبتر از اون اینه که عده زیادی امروز از سوریه و تونس گفته میشه هزارها جنگجو وارد لیبی شدن و در اونجا جابجا میشن و دارن حرکت میکنن به طرف دومین شهر مهم نظامی لیبی، مصرات در غرب لیبی. یعنی روز به روز دارن پیشرفت میکنن. آقای گوهرزاد، من معتقدم که اون چیزی که در لیبی گذشت و اون چیزی که من چند روز پیش در رابطه با یک مقاله سیمور هرش، این نویسنده و خبرنگار معروف آمریکایی، خوندم، اون چنین مطرح میکنه. میگه در سال 2015 زمانی که دولت بشار اسد در حال سقوط بود، یعنی زمانی که کشورهای غرب و آمریکا و عربستان سعودی جیش الفت، جیش پیروزی یا ارتش پیروزی را در داخل سوریه به وجود آوردن که جبهه النصرت در مرکز اون قرار داره و اینا حملات به مواضع بشار اسد میکردن، در سال 2015 بشار اسد در حال سقوط بود. در این زمانی که روسیه تصمیم میگیره به کمک بشار اسد بره، و جالب سیمور هرش چنین مطرح میکنه، میگه میگه پوتین 3 بار ویدیو شکنجه و قتل قذافی رو مشاهده کرده و مشاهدگر این بوده که چگونه نیزه های زیادی رو به مقعد قذافی وارد کردن و زنده زنده اینو تیکه تیکه کردن و مدت طولانی اینو شکنجه میکردن. و بعد از اون
پوتین به خودش سرزنش میکنه چرا از قذافی دفاع نکرده و به کمک قذافی نرفته و به خاطر همینم وارد جنگ سوریه شده که بتونه مواضع بشار اسد رو در واقع تقویت بکنه. و این صحبتایی است که ما موقعی که از لیبی صحبت میکنیم باید به یک مطلب دیگر هم اشاره بکنیم و اون مطلب اینه که بعد از کشته شدن قذافی در 20 اکتبر 2011 این سازمان CIA آمریکا بود به رهبری سفیر آمریکا استیونز. در این مورد یادداشت‌های خود استیونز وجود داره، یعنی هیچ کس نمیتونه منکر بشه که CIA آمریکا با رهبری استیونز سفیر آمریکا در لیبی که در بنغازی شرق لیبی قرار داشت، در واقع CIA تمام مخازن لیبی و اسلحه‌های لیبی رو خالی می‌کردن و به سوریه منتقل می‌کردن برای مبارزین سوریه و این واقعیت تاریخی و متاسفانه باید بگیم لیبی فدای سیاست کشورهای غرب به ویژه انگلستان و فرانسه شد. دشمنی که اونها با قذافی داشتن، امروز ما در شرایطی قرار داریم، میدونیم که من سفرهای زیادی به لیبی داشتم، بله. من شرایط لیبی رو به خوبی میشناسم که از 6 میلیون جمعیت امروز لیبی در حدود 2.5 میلیون در حال فرارن از کشور متواری شدن و صحبتی که شما کردین همین دیروز عده زیادی که از لیبی به طرف اروپا در حرکت بودن 700 نفر در آب‌های مدیترانه غرق شدن، همین امسال بین 2000 تا 3000 نفر غرق شدن. این یه فاجعه برای در واقع انسانیت و بشریت و دنیای غرب و اتحادیه اروپا است. خب اینو که چون به پایان برنامه میرسیم دیگه نمیتونیم مبحث تازه‌ای رو باز کنیم، وگرنه چون نزدیک لیبی بودیم به راحتی میتونستیم به مصر و احتمال قدرت دوباره آقای السیسی که مشخص خواهد داشت بریم و یا برویم به اسرائیل و این دست راستی ترین کابینه اسرائیل را از زمان تأسیسش تا کنون با آوردن آقای لیبرمن به قدرت، آقای نتانیاهو لیبرمن رو میاره، برای اینکه نظامی ها اتفاقا دو هفته پیش یه مقاله نوشته شده بود که میگه که در همه دنیا این شکلی است که نظامی ها دیکتاتوری میکنن، کابینه وزرا و نخست وزیر اونا رو میخوام میگن که بیاین یه ذره کنار، بیاین یه ذره کوتاه، بیاین یه ذره آرامش بیشتر، این همه شکنجه و این کارا. در اسرائیل به عکس شده، دولت اسرائیل تا اندازه این فشار رو بر مردم داره که ارتش و وزیر دفاعش میگه ما نیستیم، استعفا میده و به جاش دست راستی ترین آدم رو میاره. اگه اجازه بدید دو جمله، بله داریم زمان داریم برای ببینید اون چیزی که در اسرائیل میگذره به نظر من بسیار جالبه و اون این که آقای موشه یالون وزیر دفاع سابق و کسی که از حزب لیکود بوده، ژنرال ارتش بوده و نقش داشته در جنگ‌های بر علیه کشورهای اعراب عربی و در سال 1967 هم نقش داشته و عضو لیکود بوده، یکی از رهبران حزب لیکود بوده، چنین مطرح میکنه، میگه یکی از افراطی ترین ائتلاف دولتی امروز وجود داره. و مطلب دومی که مطرح میکنه خیلی مهمه، میگه که من اعتمادی به سیاست آقای نتانیاهو و آقای نتانیاهو ندارم، به خاطر این استعفا میدم. ولی صحبتایی که اهود بارک میکنه، میدونه اهود بارک نخست وزیر این کشور بوده، رهبر حزب کارگر بوده و نقش عظیمی رو در اسرائیل بازی کرده. چند روز پیش من مقاله میخوندم که اصلا واقعا این مقاله تکون دهنده است، صحبتهایی که آقای اهود بارک میکنه. هیچ کس تا به حال جرأت نکرده از تخم فاشیسم و رشد تخمای فاشیست در داخل اسرائیل صحبت میکنه. اهود بارک صحبت میکنه که تخم فاشیست داره گسترش پیدا میکنه. اصلا من موقعی که این واژه فاشیسم از دهن اهود بارک میشنوم، این لرزه به تن من میندازه. این وحشت اساسی است. هیچ کس جرأت نداشته، یعنی کسی که در خارج و داخل اسرائیل مطرح بکنه که میتونه در ائتلاف و در داخل دولت تخم فاشیسم امروز گسترش پیدا بکنه، توسعه پیدا بکنه، این کسی است که ضد اسرائیل و ضد یهودیت مطرح میشه. ولی اینو شخصی میگه که نخست وزیر این کشور بوده، سالها نخست وزیر این کشور بوده، در مذاکرات صلح با فلسطین نقش اساسی رو داشته با عرفات، رابطه نزدیکی با آقای کلینتون داشته و در اپوزیسیون نقش اساسی رو بازی میکرده، مدت سیاهی وزیر دفاع بوده. این شخص امروز در رابطه بله. با ائتلاف جدید دولت در اسرائیل چنین میگه. بله خب ائتلاف جدید با اومدن آقای لیبرمن تکمیل میکنه، یعنی این خط بین نتانیاهو و لیبرمن، اصلا بقیه کابینه رو بذاریم کنار، نتانیاهو و لیبرمن یعنی که دست راسته ترین حکومتی که میتوان در اسرائیل یافت. این اصلا خیلی بر مسئله جهانی شده، ولی انقدر جهان مسائل دیگری داره در اون منطقه، بحرانی که در خاورمیانه هست،
نظر همه رو به مسائل دیگری جلب میکنه و خب مسئله هست. ما چون به پایان برنامه رسیدیم، چون به بحران، به کلمه بحران و این مسائل هم اشاره کردیم، تا فراموش نکردم بگم که آقای دکتر دانش افزون بر این سفرهاشون و کارهای روزنامه نگاری و خبرنگاری که میکنن کتابی دارن که اگر اون سالها که منتشر شده کسی نگاه میکرد شاید فکر نمیکرد که چه چیزی دارن ایشون میگن. امروز که این بیماری بزرگ کشنده بنیادگرایی در خاورمیانه رشد کرده، کتاب آقای دکتر دانش خاورمیانه در کوران بنیادگرایی، فکر میکنم که در واقع یک مفهوم ویژه پیدا میکنه که شما بر اساس این تجربتون در این سالها این کتابتون با واقعیت پیش از این که بخواد چهره علم بکنه شما باش روبروشید. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر از حضورتون در برنامه و از اینکه با ما بودیم و تونستیم با هم دیگه تا جای ممکن یه بحث یک هفته گذشته یا دو سه روز گذشته داشته باشیم. از شما خیلی سپاسگزارم و به شما درود میگم.